خب بسم الله الرحمن الرحیم. امروز به ارتباط مضمون اقتصاد محیط زیست صحبت میکنین. خود مضمون دو کردیت است و در پانزده اقتصاد در سمسترهای پنجم و ششم تدریس میشه و اهداف آموزشی ما زیاده. استفاده از منابع محدود برای پاسخگویی به نیازهای نامحدود، نقش و اهمیت محیط زیست در اقتصاد، روش تدریس، روش تدریس اکثرا لکچر مباحث استجوابی مختلط با استفاده از سیستم اوبی خواهد بود. منابع کتاب حفاظت از محیط زیست، نویسنده پهنمل وحید رامش و پهنیار مهندسان رازیپور که در کتاب فروشی ها موجوده. اهداف مضمون اقتصاد محیط زیست در هفته اول 2 ساعت است که ما در این کلیپ کوشش میکنیم محتوای 2 ساعت در مد نظر بگیرین. فصل اول عمومیات بحث‌های محیط و محیط زیست، اهمیت از عبور انسان به استفاده از فعالیت‌های آموزشی او بی استفاده خواهد شد، البته در صنف حضوری. بحث فهرست مطالب است. مقدمه، قسمی که می فهمیم خود زمین از ابتدای تشکیل خود تا حال یک آلت تعادلی داشته، یعنی نظم داشته. این نظم زمین شامل پروسه های طبیعیه که این پروسه های طبیعی یا این سیکل های طبیعی ما میتونیم از سیکل های دوران آب، دوران هوا یا دوران جریانات سطحی ابهار یادآور باشه. مثلا چگونه آب تشکیل شده، چگونه هوا تشکیل میشه، سطح ابهار و سطح عمیق ابهار چگونه است و حتی خود تشکیل سنگ ها یا اشجار، دوران حیات که اصلا خود حیات چگونه به وجود می آید و چگونه یک جسم حیاتی به یک بخش حیاتی به یک قسمت دیگه وابسته. حتی دوران های یخچالی برای محیط زیست خیلی مهمه، خود حرکت زمین خیلی مهمه که همه در قسمت تعادل و نظم زمین سهم بسیار ارزنده دارم که همین پروسه های طبیعی که ما قبلا نام بردین اینا به نام قانون زمین یا سیستم زمین یا نظم زمین یاد میکنن. اگر انسان ها این نظم از زیر به هم زنن طبعا باعث مشکلات حیاتی برای خود انسان ها، برای حیات اینا و دیگه جانداران خواهد شد و نظم زمین از بین خواهد رفت و میتونه مشکلات زیادی به بار بیاره. در همه پروسه های که ما یادآور شدیم، پروسه های طبیعی، عضویت ها هم شاملن، انسان ها هم که قسمت کوچکی از حیات هستن اینا هم شاملن. پس آنچه که ما گفتیم به خاطر حفظ و نگهداشت نظم تعادل و دوام زمین و سیستم زمین باید ما انسان ها که خلاقترین و در حقیقت خلیفه در روی زمینین باعث دوام حیات شیم. بحث محیط زیست مفصلتر به صورت واضح در بحث های بعدی صحبت خواهد شد، اما تمرکز ما بیشتر بالای اهمیت تدریس محیط زیست و که با کدام میکانیزم ها ما میتوانیم زمین را حفاظت کنیم. اگر ما به تاریخ ادیان بنگرین، حتی در آیین، در بعضی از آیین مثل آیین هندویزم کشتن یا از بین بردن حیوانات ممنوعه. در دین اسلام خداوند انسان را به عنوان خلیفه یا جانشین خوب زمین انتخاب میکنه، بنابراین مقابل تمام بخش های زمین مسئوله، مسئولیت داره که حفاظت کنه و حتی اسراف نکنه. و زمین تنها و تنها متعلق به انسان نیه، بلکه خانه مشترک میلیارد ها میلیارد حیوان یا عضویت ها که اینا حق زندگی دارن و از زمین استفاده میکنن دارن و ما باید زمین رو حفظ بکنیم. همین قسم که نیاکان ما برای ما حفظ کردن
برای نسلهای بعدی حفاظت کنیم. اما چی چیز باعث وضعیت بحرانی در زمین شد؟ طبعا بعد از اینکه در قرن 17 و 18 جوامع صنعتی پیشرفت کردند و به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم سالهای 1945 از جنگ فارغ شدند، اکثریت کشورهای صنعتی باعث تولید ابزار و آلات صنعتی شدند و اینا بیشتر از مواد برای ساخت و ساز نفت، زغال سنگ و طبعا بعضن گاز استفاده میکردن که اینا همه در تولید کربن دای اکساید نقش بسیار اساسی داشت. بنابراین این یک وضعیت بحرانی میسازه و کشورهای مختلف جهان متوجه میشن که وضعیت یخچالها، وضعیت اقلیم آهسته آهسته گرم میشه و از لحاظ طبیعی هم زمین در یک دوره گرمی خود قرار میگیره. اینه که بحث‌های محیط زیست به سطح بین‌المللی به عنوان رشته‌های تخصصی در تمام بخش‌ها در دانشگاه‌ها یا پوهنتون‌ها نقش ارزنده بازی می‌کنه. اگر ما به خصوصیات کلی کره زمین ببینیم، می‌بینیم که زمین محدود است. زمین 510 میلیون کیلومتر مربع مساحت داره که از او جمله 648600 میلیون کیلومتر از خشکه، 161.5 میلیون کیلومتر مربع اقیانوس‌ها هست که به این لحاظ زمین خیلی کوچک است و از تمام زمین تنها و تنها در حدود 29% خشکه ها هستند و 71% آب ها. اگر جمعیت جهان 6 میلیارد باشه، در حالی که بیشتر از 7.5 میلیارد نفوس است، سهم هر نفر از تمام آبها و خاکها 85,000 متر مربع خواهد شد، در حالی که از آبها 60,000 متر مربع و از خشکها 25,000 متر مربع. یک بخش از محدودیت زمین را توضیح میدم، او آبها است. شما در این گراف متوجه باشین که از تمام آبهای جهان 97.4% آبها آبهای شور هستند، قابل نوشیدن یا قابل شرب نیستند. آبهای شور اکثرا در اقیانوس ها هستند. 2.6% باقی مانده که به نام آب شیرین ما میشناسین، در حدود 2% از این آبها آبهای یخچال های هستند. پس بنابراین آب شیرین بسیار محدود است. اگر پروژه های تبیر انسان ها در نتیجه عدم توجه خود به چالش بکشن، سرانجام پروژه های بارندگی، پروژه های تبخیر و پروژه های رطوبت و بخش های دیگه به تعویق خواهد افتاد و تغییرات اقلیمی به بار خواهد آمد و یک فاجعه خطرناک به وجود خواهد آمد. پس به خاطر ما کمتر از 0.5% آب قابل استفاده شیرین در سطح جهان داره. پس این ارقام این نشان میده که زمین با بخش با همو عظمت که داره محدوده. چیز باعث گرم شدن زمین میشه؟ طبعا تولیدات گازهای گلخانه‌ای که بعدا مفصل صحبت خواهد شد، قطع جنگلات، ریختاندن زباله ها، عدم توجه و عدم کانالیزاسیون شهری و فاضلاب، آبهای آلوده و غیره میتونه که زمین را آلوده بسازه، سمی بسازه و تغییر اقلیمی به وجود بیاره. در این گراف پایینی که شما میبینین، این منابع که بیشتر آلوده کننده های هوا رو نشون میده. آلوده کننده های هوا 52% از آلوده کننده های هوا متعلق به بخش صنعت است. تمام کمپانی های صنعتی، شرک های صنعتی، هر آنچه که چی صنعت کوچک باشه چی صنعت بزرگ باشه شامل میشه. 27% در قسمت ترانسپورت است. ترانسپورت زمینی، شهری، دریایی، هوایی همه میتونه شامل بشه. 10% در قسمت زراعت است. استفاده از کودهای کیمیاوی در زمین ها باعث گازات مخرب میشه و
آلودگی هوا و قسمت های دیگه که بعدا مفصل صحبت خواهد شد. بخش اول اساسات محیط زیست است. خود مؤسس یا بانی علم محیط زیست توسط یک دانشمند آلمانی که نام از او اوکس کیول است، یک زولوجست است یا حیوانشناس آلمانی لیتوانیایی که از سال 1944 تا 1925 پروفیسر در دانشگاه هامبورگ آلمانه. مهمترین کاری که اوکس کیول میکنه فرق بین محیط زیست شخصی و محیط زیست واقعی میکنه. محیط زیست شخصی چیه؟ محیط زیست شخصی شامل محیط خانه، محیط کار، محیط خرید و فروش در بازار یا جای دیگه. در حالی که محیط زیست واقعی تمام اطراف و ماحول زندگی ما شما، تمام قسمت‌های طبیعی که ما شما زندگی میکنه. اصطلاح بعدی خود اکوسیستم است و اصطلاح بدتر از او اکولوژی. اکوسیستم چیه؟ اجتماع تمام حیوانات و نباتات یک ساحه معین، یک بخش معین با مجموعه تمام فاکتورهای محیطی زنده و مرده همان ساحه. فاکتورهای محیطی زنده و مرده چیه؟ مثلا قسمت‌های حیاتی از اون میتونه نباتات باشه، حیوانات باشه، مرده میتونه خاک باشه، میتونه آب باشه، میتونه هوا باشه. وقتی ما خواسته باشیم یک ساحه معین همه فاکتورهای محیط زنده و مرده مورد بررسی قرار دهیم، عبارت از اکوسیستم است. مطالعه و تحقیقات ارتباط بینی عضویت ها با محیط زنده و مرده از او به نام اکولوژی یاد میکنن که اکولوژی یکی از رشته ها یا بخش های علم بیولوژی است. بعداً در فصل های بعدی مفصلتر در یک قسمت صحبت خواهد شد. پس نتیجه که میگیرین محیط زیست تنها برداشت از طبیعت و حیات وحش نیست، بلکه یک برداشت کلی از زندگی روزمره انسانه. حالا میتونه این بخش زندگی شامل محیط خانه باشه، محیط کار باشه، محیط دفتر باشه، محیط اجتماعی باشه. همه قسمت های اطراف ما میتونه شامل باشه. شاید قبلا محیط زیست تنها برای دانشجوها برداشت از طبیعت بوده، اما در حالی که تمام بخش های زندگی میتونه شامل محیط زیست باشه. همین قسم که از علوم مختلف تعریف گوناگون میشه، از محیط زیست هم تعریف های زیاد شده، اما ما دو تعریف پیشنهاد میکنن برای محصلین و ترجیح میده. در خط سوم میگه محیط زیست طبق تعریف متن حقوقی شورای جامعه اقتصادی اروپا شامل چیه؟ شامل آب، هوا، خاک. شامل آب، هوا، خاک، عوامل درونی و بیرونی مربوط به حیات هر موجود زنده. پس آب، هوا و خاک مهمترین فاکتورها. وقتی ما خواسته باشیم عوامل درونی و بیرونی مربوط به حیات هر موجود زنده، عبارت از محیط زیسته. در تعریف دیگر که توسط کنونسیون مسئولیت‌های مدنی بیان شده، میگه محیط زیست شامل منابع طبیعی. کدام منابع طبیعی؟ اما از تجدید پذیر و غیر قابل تجدید. تجدید پذیر ما از انرژی آبشارها، از انرژی آب، از انرژی آفتاب، از انرژی مدجاز دریا، از انرژی جیوترمال یا زمین گرما میتونیم استفاده کنیم. اینا رو به نام انرژی های تجدید پذیر یاد میکنن. و همچنان انرژی های غیر قابل تجدید، منابع طبیعی غیر قابل تجدید، مثلا نفت، زغال سنگ، گاز و غیره، که اینا اگر استفاده شد دوباره ساخته نمیشه. کلیه موجود زنده، محیط زیست دست ساخته بشر، حتی انسان، مناطق مسکونی، صنعتی، راه‌ها، چشم‌اندازها و مناظر شامله. که این دو تعریف بسیار مهمه و باید یاد گرفته شه. مفاهیم اساسی محیط زیست و برداشت از محیط زیست. اقتصاددان بیشتر بحث‌های اقتصادی و اهمیت اقتصادی به ارتباط محیط زیست مورد مطالعه قرار میده، حتی موضوعات جریمه ها، در حالی که نباتشناس محیط زیست بیشتر به ارتباط نباتات،
حیوانشناس بیشتر بحث‌های حیات و حیوانات و اهمیت زندگی از اونا رو مورد مطالعه قرار میده، در حالی که برای روانشناس بحث‌های محیط زیست ارتباط میگیره و بحث‌های روانشناختی، چگونه محیط‌های که در او بحث‌های محیط زیست مراعات نشده آلوده بالای روح و روان انسان‌ها تأثیر منفی داره، برخورد و سلوک اجتماعی انسان‌های روستایی تا انسان‌های شرایط صنعتی چگونه، پس اساس و برداشت محیط زیست از دیدگاه یک زولوژیست، یک اقتصاددان، یک سیاستمدار، یک حیوانشناس و یا حتی روانشناس یا جغرافیه‌دان میتونه متفاوت باشه برداشت و حوزه و حیطه محیط زیست نظر به هر رشته میتونه متفاوت باشه. محیط زیست قسمی که قبلا گفتین یک اصطلاح جدیدیه که از سالهای 1960 میلادی بیشتر مورد توجه قرار میگیره. چرا؟ به خاطر کشورهای صنعتی زیادتر در قسمت تولیدات صنعتی و کالاهای صنعتی نقش دارن و هوا و در کل زمین در مخاطره قرار میگیره. پس محیط زیست عبارت از تمام محیطی که انسان و دیگر موجود زنده یا مستقیم یا غیر مستقیم به او وابسته اند و زندگی خور و یا فعالیت خور انجام میدن. انسان هم از محیط متاثره و هم به محیط تاثیر میگذاره. در هر دو پروسه در حقیقت انسان میتونه نقش داشته باشه. حفاظت محیط زیست آنچه که ما گفتیم در حقیقت حفاظت منافع مانه، منافع انسانه. حفظ تمام اشیاء اطراف محول زمین میتونه نقش اساسی در قسمت منافع انسان ها داشته باشه. حتی اگر منافع هم نداشته باشه، باید ما در قسمت حفاظت زمین نقش بسیار اساسی و بنیادی داشته باشیم. ما در زمین ببخشید در محیط زیست قوانینی داریم که دو قانون از بسیار مهمه. یک قوانین عینی، دو قوانین زینی. قوانین عینی اما قسم که از نام از پیدای اکثرا قوانین عمومی هن. این قوانین طویل المدت هن که چه کار میکنن؟ روابط اجتماعی یک گروه مشخص جامعه، مثلا در افغانستان، مثلا در پاکستان، مثلا در آلمان، مثلا در کشورهای مختلف، ما یک جامعه مشخص هر یک گروه خاص مورد مطالعه قرار میدین. این قوانین شرایط و روابط اجتماعی به ارتباط محیط زیست مورد بررسی قرار میده که اجتماع یا همون مردمی که ما انتخاب کردیم یا همون گروهی که انتخاب کردیم فعالیت خود نظر به همین قوانین تنظیم میکنن که نظر به کشورهای مختلف میتونه متفاوت باشه. این قوانین، قوانین ذهنی هم قسم که از نام از پیدای این بحث ذهنیه، این به ارتباط قدرت و صلاحیت شخصه که به هر شخص متفاوته. شما در بازار، کوچه، محیط کار میبینیم که انسانها به ارتباط محیط زیست دیدگاه های متفاوت دارن، رفتارهای متفاوت دارن که اینا در کل به نام قوانین ذهنی در محیط زیست یاد میکنن. خب در کل قسمی که ما در تعریف اول و دوم ذکر کردن که محیط زیست عبارت از هوا، آب، زمین، موجود زنده اطراف ماحول از اونها است، شما در این دیاگرام میبینید که اینا با هم مرتبطن. هوا بدون زمین، زمین بدون آب، آب بدون هوا نمیشه و این یک رابطه ناگزیستنی دارن. پس اگر ما یک قسمت را تخریب بکنن و بیتوجهی کنن، طبعا قسمت های دیگه زمین میتونه از اون متاثر بشه. اگر خاک آلوده شه طبعا آب آلوده میشه، اگر هوا آلوده شه طبعا خاک آلوده میشه و همه میتونه که قسمت های حیاتی انسان و همه بخش ها میتونه با مشکل مواجه بسازه. حتی تمام قسمت ها، ابزارالات، همه چیز شما میبینیم که از زمین به وجود میاره. انواع محیط زیست، ما محیط زیست به صورت کل در سه بخش تقسیم میکنیم: یک محیط زیست طبیعی، دو محیط زیست مصنوعی، سه محیط زیست اجتماعی. محیط زیست طبیعی عبارت از چیه؟ محیط زیستی که دست ساخته بشر نباشه،
مثلا کوها، دشتها، علفزارها، صحراها، جنگلات، دریاها، جیلها، خلیجها و بخشهای دیگه. محیط زیست مصنوعی. محیط زیست مصنوعی همه قسم که از نام از او پیدا، یعنی توسط انسان ساخته میشه. شهرها، ساختمانها، منازل، مراکز فرهنگی، تعلیمی، شفاخانه و جاهای دیگه. محیط زیست اجتماعی، یعنی از اجتماع تشکیل میشه. اولین کانون خانواده، فامیل، همسایه ها، همکارا، همسینفیا، ملت، دولت، همه قسمت هایی که اجتماع جمع شه ما میتونیم او رو محیط زیست اجتماعی یاد بکنیم. عوامل تشکیل دهنده محیط زیست به صورت عموم محیط زیست طبیعی به دو قسمت تقسیم میشه. یک، عوامل بیجان. عوامل بیجان چیه؟ یک، اتمسفیر. اتمسفیر، اتم یک کلمه یونانیه. اسفیر یعنی طبقه، قسمت هوا. ما قبلا در تعریف هم گفتیم که محیط زیست هوا، قسمت آب، قسمت خاک، قسمت حیات، همه شامل میشه. دو، لیتوسفیر. لیتوسفیر قسمت جامد زمین رو میگن، مثل سنگ ها، خاک ها، سطح که ما بالای از او زندگی میکنه. هایدروسفیر، هایدرو یعنی آب، تمام آب های زمین و تمام اشکال، آب شیرین، آب شور، ابر، که تمام قسمت ها شامل میشه. یخچال. توپوگرافی، پستی و بلندی سطح زمین رو میگن. شما سطح زمین رو وقتی ببینیم هموار نیست، اینا همواریار به نام توپوگرافی میگن. و دو، عوامل زنده. عوامل زنده بایوسفیر یا بیوسفیر، تمام قسمت های حیات، حیات نباتات، حیوانات، انسان ها به همه اشکال از او شامل میشه. که این قسمت بایوسفیر طبعا با توپوگرافی، با هیدروسفیر، با لیتوسفیر، با اتمسفیر مرتبطه. اگر اتمسفیر نباشه بایوسفیر نیست، اگر لیتوسفیر نباشه بایوسفیر نیست، هیدروسفیر یا آب نباشه بایوسفیر نیست، که شما در این شکل میبینین که با هم همه قسمت ها مرتبط هستن. پس اهمیت و شناخت و حفاظت محیط زیست برای تمام انسان ها ارزش داره، منافع اقتصادی داره، ولو اگر منافع اقتصادی نداشت، در حقیقت تنوع زیستی، مناظر طبیعی، حیات وحش، همه میتونه برای انسان قابل قبول باشه، خوشایند باشه و ما به خاطر حفظ خود، حفظ جان خود، حفظ جان انسان ها، حفظ آینده خود، حفظ آینده کسایی که بعد از ما میاین، نسل های بعدی، باید زمین رو حفظ کنن و از آلودگی از او جلوگیری کنن، که بعدا مفصل تر به صورت تخصصی تر صحبت خواهد شد. در ساعت بعدی انشالله به ارتباط اهمیت محیط زیست صحبت خواهد شد. تا ساعت بعدی، الله نگهدار همه شما عزیزان باشه.